هیچ گشایشی نشد. از خمه ابروی تو هم هیچ گشایشی نشد. به که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. از ادب و احترام دوباره دارم خدمت همه همیهنان عزیز، بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در سراسر دنیا، و همینطور سلام و عرض ادب و ویژه هم دارم خدمت سعید بهرهانی گرامی، میزبان محترم برنامه در تلویزیون میهن. بعد از یک غیبت نسبتاً کبرایی که به حال توی مدت داشتم و در فرصتی نبود در خدمتتون باشیم، یک بار دیگه فرصت رو دارم که امروز دوشنبه شب در دل اروپا در از خاک اسکاندیناوی در خدمت شما عزیزان باشم. همونطور که میدونید امروز 8 اکتبر 2012 هست و همینطور دقایق پایانی 17 مهر سال 91 در کشورمون ایران و احتمالا از دقایق دیگر هم باید تا که 18 مهر در ایران خواهیم شد. خب اگر از قبل از هر چیزی هم من این مسئله در واقع دریافت صدا رو که مثل مطابق روال معمول برنامه از گوشم خارج کردم، در واقع حرف منی هستش که امروز یه جنبندی داشته باشیم، یک مروری داشته باشیم نسبت به حوادثی که در واقع در هفته‌های گذشته اتفاق افتاد. به هر حال قطعا دوستان و عزیزان معلوم نگه در زمینه روزنامه‌نگاری، ژورنالیستی، تلویزیون و مدیا کار میکنن خیلی قبل تر از این پرداخت هم مطابق هم به مطابق رسم معمول این برنامه و همینطور عادتی که به خودم هم میکنم از دریچه دید من به عنوان حالی جوان ایرانی، یک وبلاگ نویس فعال کوچک سیاسی، به حال میکنم به این پدیده ها بپردازیم ببینیم چگونه است. جدا از اون قضیه کاریکاتور و همین که در یکی از نشریات فرانسوی چاپ شد و همینطور اون فیلم معروفی که در یوتیوب هست و موضوع داغ هفته های اخیر بود از جنگ و خونریزی که به حال به خاطرش فرا افتاد در جایی مثل لیبی در خود کشور مصر که ظاهرا سازنده این فیلم فرد مصری بوده، تا خود ایران و جلوی سفارت های مثل سفارت فرانسه، حتی جلوی سفارت سوئیس رو من شنیدم که حافظ منافع هم هست. به حال اتفاقاتی هست که از این دست کم نبوده در سنه فقط 10-15 سال اخیر بسیار سراغ دارم. نمونش توی همین دومه یکی از کشورهای در واقع اسکاندیناوی همین کشور نروژ و دانمارک، در حال قبلا هم در واقع اقدام به انتشار چند کاریکاتور کرده بودن. اتفاقا خوب خبر دارم که در واقع اون طراح کاریکاتوری که در یکی از روزنامه‌های معروف دانمارک در واقع اون کاریکاتور معروف رو طراحی کرده بود راجب محمد، چگونه چندین بار مورد سوء قصد قرار گرفته بود. در همین اثنا من خودم هم در صفحه فیسبوک هم یک فیلمی رو در واقع قرار داده بودم چند هفته پیش در میان هول و هوش در واقع این اتفاقات. این فیلم بود که در واقع سازندش یک فرد هلندی بود، یک بازیگر زن، در واقع تنها بازیگر در واقع اصلی این فیلم بود اگر اشتباه نکنم، اسم نام فیلم هم به فارسی تسلیم بود و موضوع در واقع یک زن نیمه برهنه بود که در حال در واقع ظاهرا در حال نماز و مناجات بود که درد و دلهای واقعی یک زن رو در یک کشور اسلامی و اون که چه بلاهایی از دوران کودکی تا در واقع دورانی که به همسری برگزار شد یک مرد مسلمان و همینطور سن که بالا میره و اتفاقاتی که میفته براش رو در واقع در قالب دعا و عدیه و نماز و اینها به فیلم کشیده بودن. فیلم بسیار پرمحتوایی بود برای من، منتها جالب بدونید که البته جالب نیست دردناک هست که بدونید که کارگردان و سازنده این فیلم مسعود رئیفی از همه مسلمان های اونجا به قتل میرسه و بازیگر زن این فیلم از ترس جانش به آمریکا پناهنده میشه. به هر حال این مسئله عمق و ریشه داره، خیلی شاید صحبت های ما توی برنامه خیلی درد رو دوا نکنه. اون نگاه به در واقع از پایین به بالا که من نسبت به موضوع دارم توی منطقه خاورمیانه به عنوان یک منطقه فوق مذهبی روی گریزان میتونم بگم وجود داره. به هر حال دائما این اتفاق باید بیفته، یعنی چیز طبیعی است از نظر من اتفاق میفته.
اینکه آزادی بیانی هست در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی، آمریکا، کانادا و جای دیگه دنیا حتی. منتها این اصولی که در واقع تثبیت شده ذهن مردم اون منطقه هست، خرافات و اون اتفاقات دستمایی هست برای اینکه همیشه حوادثی رو ببینیم، آتش کشیدن پرچم ها و هیجاناتش رو، هیجاناتی بهشون دست میده تا کشت و کشتاری که به هر حال بیدلیل اتفاق میفته. صحبت از کاریکاتور شد و همین هفته اخیر یکی از همین کاریکاتورها در یکی از نشریات داخلی که البته این هم باز چیز عادی هست در مملکت ما، مجلد بحثشان یکی از باسالاترین روزنامه هایی که وجود داشته در چند سال اخیر ایران، میشه روزنامه شهر رو میبندند به بهانه انتشار کاریکاتوری که به ظاهر هم کنایه ای داشته به شهیدان و جانباختگان 8 سال جنگ بین ایران و عراق، که واقعا هم جاد همینجا از اون خواهم از هم واقعا یادی بکنیم از تمام این شهدا و جانباختگان و جانبازان این جنگ که واقعا چه فکر میکردن و آخر مملکت به کجا رسید. توضیحات در واقع رسام این کاریکاتور هم ناکافی دانسته شده توسط دادگاه های مربوطه و به حال بستنش نزدیک بود که این کار به روزنامه مغرب هم بکشه که این گونه نشد و آخریش هم که در واقع من خبر دارید در یکی از نشریات وابسته به کیهان، یعنی که خودش وابسته در واقع وابسته مستقیم هست به نهاد رهبری جمهوری اسلامی، این هم در حال خاطر کشتن یک کاریکاتور از یوسف پیغمبر و اون مراسم پرتقال خوری در واقع معروف زلیخا یا اون دوستی که کشته بود زلیخا فشن شویی که در واقع وجود داشت. این کاریکاتور هم باعث شد این نشریه هم فعلا به تعویض کشیده بشه، برخورد بخواد بشه با کیهان. البته بیشتر به نظر من یک چیز فرمالیته است، ولی هر حال کماکان اگر دید از بالا به پایین داشته باشیم این خواهد گفت ما که آزادی بیان چقدر برخلاف دنیایی که ما داریم در این زندگی می‌کنیم چقدر توی اون منطقه به خصوص خاورمیانه و به خصوص در کشورمیانه چقدر دستخوش واقعا بازی قدرت‌های بزرگ و هست، منهای این که حالا حالی باوری هم در مردم وجود داره. فیلترینگی که در این اتفاق افتاد رو هم در همین هفته ها داشتیم به خاطر همون مطلبی که در یوتیوب اتفاق افتاد بود، همون ویدیوی معروفی که وجود داشت برای زندگی محمد. به همون دلیل هم حتی نه ارتباط خاصی که با هم نداشتن، ولی به حال ظاهرن به همون دلیل مقامات جمهوری اسلامی اقدام کردن به بستن جیمیل و گوگل که زیاد البته مثل که ظاهرن دبون نه بود، شاید تنها چیزی که باعث شد این بود که مدار اختلال ایجاد کرد و بعد از اون به حال خیلی از افراد به حال وابستگی داشتن به سرویس ایمیلی که به حال شرکت گوگل ارائه میده، ناچشان قلبی از این محصول تغییر بدن. اما همچنان اون بحث فیلترینگ مطرح هست کماکان در اون مملکت، این دیوار آهنین و این دیوار الکترونیکی یا پرده الکترونیکی به اصطلاح دوستان بیشتر و بیشتر نمود پیدا بکنه. بعد از اون خبری منتشر شد که ظاهراً حتما میدونید که به حال خیلی از دوستان اگر مطالبی رو به صورت مستقیم نمیتونن دریافت بکنن که مثلا از طریق همین برنامه اگر از طریق سایت یوتیوب میتونن نگاه بکنن، این یه سری فرمت داره. عنوان مثال همین فایل هایی که در سایت یوتیوب ما آپلود میکنیم در ایران به صورت فرمت فلش یا FLV اینها قابل دانلود هستند، اما اینها اومدن در واقع این گونه برنامه ها رو، این فرمت هایی که فایل های صوتی و تصویر رو میتونه انتقال بده داخل ایران رو، اومدن فیلترینگ روش انجام بدن و فرمت رو در واقع مورد هدف قرار دادن که به حال در خودش احتمالاً باید در آینده انتظاری رو داشته باشیم که این گونه برنامه‌ای که مثل تلویزیون میهن پخش میشه برای این گونه آرشیو در یوتیوب و یا سایت های دیگر و همینطور بسیار از برنامه‌ای که مثل برنامه‌های صدای آمریکا یا جاهای دیگه که با فرمت‌های صوتی یا تصویری بسیار کوچک شده و کم حجم برای استفاده مردم داخل ایران
واقع آماده شده بود اینها رو در واقع کمتر دریافت بکنن و این خط فاصله‌ای که بین ما بود و یا این دره‌ای که بین مردم ایران و در داخل و در خارج از کشور بود پیش از پیش نمود پیدا بکنه. اما شاید در واقع پرحادثه ترین اتفاق که در این چند دو سه هفته‌ای که در واقع خدمت شما عرض نبودم اتفاق افتاد، بحث بازار، بحث اون تشنجات بازار و بحث قیمت ارز بود. خاطرتون باشه در اون یکی دو تا برنامه آخر من مستقیما به این نکته اشاره داشتم که اون زمان اختلاف بحثر این بود که به 2000 تومان و 3000 تومان میرسه. من پیش بینی کرده بودم که به حال این از 5000 تومان هم عبور خواهد کرد و گمانم بر این هست که شاید اگر هم بعد ادامه داشته باشه، نه که نظر شخصی بنده باشه، حتی پیش بینی میشه که این قیمت تا با همین وضع کنونی تا 10000 تومان هم پیش بره. در واقع چیز عجیب و غریبی هم اگر خاطرتون باشه این رو ندونستم در اون برنامه عرض کردم خدمتون، مملکتی که اقتصادش فلج هست، مملکتی که در واقع حالا از یک سو به حال درگیر هست و حالا یه جالب بود بدونیم که یک برنامه رو همی یکی از بخش‌های خبری جمهوری اسلامی نشون میدونن که یک در واقع جوان 32 ساله که واقعا به شکل ابلهانه و کودکانه این ببینید دیالوگ باید چقدر دیگه ساده باشه که مثلا بیاد بگه که آره من مثلا آقازاده نیستم، من شخصیم. یکی از تابلوترین دیالوگ هایی که میتونست وجود داشته باشه برای یه نفر که اینقدر مصنوعی یا حرف بزنه این بود که آره من یادم 32 ساله هم یه اتومبیل یه میلیاردی نمیدونم چقدر رو رفته خریداری کرده. حالا بگذاریم از این که واقعا همین خود متن کار این نفس کار واقعا غلط هست که این نفر بعد رو یعنی جلوی این همه آدم این مردم که واقعا دوستان به شدت رنج میره بعض اقتصادی حالا بیاد اتومبیل یک میلیاردی خودش رو به رخ بکشه، این که واقعا شما بیماری ذهنی نفر داره. در واقع نوید هدف از این در واقع اخبار و پیغام مستقیم در واقع و با همین ویدیو کلیپ بسیار میگم کودکانه‌ای که ساخته شده به توسط بخش خبری جمهوری اسلامی در واقع می‌خواستیم پیغام رو بده که ظاهرا امنیت اقتصادی و مملکت وجود داره و ما باید باور بکنیم. خب خود ما بهتر از هر کسی این رو واقف هستیم که همچین چیزی در مملکت وجود نداره. سرمایه گذاران خارجی به هم متعصب کردیم مملکت وقت بستن، بخشیش به خاطر سیاست های رژیم، سیاست خارجی در واقع دولت احمدی نژاد و اون دیالوگ های همیشگیش که میدونیم در حال خواهان نابودی اسرائیل و مدیریت دنیا بوده. خب یه بخشیش اینجوری خارج شده، یک بخشیش به حال از لحاظ امنیتی احساس امنیت نکردن، بخشیش دیگه در اثر تحریم هایی که اعمال داره میشه خودشون از ایران خارج کردن. این از در واقع بحث سرمایه‌گذار خارجی. سرمایه‌گذار داخلی هم اگر باز خاطرتون باشه در همون برنامه عرض کردم ببینید کار به کجا کشه، تولید به چه وضعی رسیده. میدونید هممون کارگران و کارمندان دولتی بین 6 ماه تا 1 سال حقوقهای خودشون رو دریافت نکردن. من شنیدم حتی یارانه ها مدتی که پرداخت نمیشه اصلا به دست فراموشی سپرده شده. از اون طرف خبر رو که میخونم خدمتون بحث سر این داشته که در واقع مدیران شرکت ها مواقع اقتصادی حالا هر کدوم از اینا که به حال دست در اقتصاد دارن اینا رو ممنوع خروج کردن. چرا این کار رو کردن؟ واضح ترین دلیلش این است که نبسان ثروت خودشون رو در واقع جا به جا بکنن، بخش مالی و همین که از در واقع دانش خودشون رو در واقع از اون مملکت ببرن، همینطور علم اقتصاد و علم مدیریتی رو که در مملکت داشتن این دیگه به زور میخوان هم در آخر مملکت نگه دارن. نه بحث در واقع سرمایه‌گذاری داخلی، پس هیچ گونه امنیت در واقع اقتصادی در مملکت وجود نداره که بخواد اینم چیزی چیز رو که در واقع اینم کلید واقعا کودکانه بوده در فکری که پشتش بوده و هر دو سوی قضیه این که این سرمایه‌گذاری بی‌معنا خواهد بود. وقتی که تولید نباشه، وقتی که این وضع رو می‌بینیم در میان مملکت، متوجه میشیم که به حال مملکتی که هیچ چیزی در اون رونق نداره چاره‌ای نداره جز این که روی بیاره به ارزهای
خارجی به روی دیالوگ طلا که حداقل یک ثباتی رو در حال ایجاد میکنه، اون هم به این شکل در حال میبینیم که منجر به یک تشنجی میشه در سطح بازار مملکت، که در اون روز خاص چهارشنبه هفته گذشته به حال کار به جایی میرسه که خود دلالان ارز، خود بازاریان هم دیگه به صورت مبحث صحبت سر این هست، میگن که به حال این میتونست مسئله سازمان یافته باشه. بسیار از دوستان که گمانه زنی میکردن اینها رو به در واقع طیف هاشمی رفسنجانی و مؤتلفه نسبت داده بودن، اما در همون صحبت سر این بود، خبرها بر نمی در این بود که در همون زمانی که به حال ابتدا و آغاز در واقع تشنجات بازار بود در روز چهارشنبه، قیمت دلار تا 6000 تومان هم 6040 یا 6050 هم بالا کشیده شد و هم من باعث شده که در واقع اون برخوردهای امنیتی دارن شکل بگیره. خود رسانه داخل صحبت از این میکنن که بین 11 نفر تا 16 نفر رو چیزی که حالا گفته شده دستگیر کردن و اینا مخلان بازار بودن. خیلی واقعا این هم کودکانه است که شما فکر میکنید بازار یک مملکت 780 میلیونی که فقط در داخل ایران زندگی میکنن، حالا بخش خارج نشین رو که به حال اونها هم مراودات اقتصادشون دارن در نظر نگیریم، این 780 میلیون یعنی در واقع گیر اون 16 نفر بشن. این خیلی در واقع از همون مثال ها و در واقع از همون منطقه های عبدالخیالی است که از کسی جز جمهوری اسلامی ساخته نیست. به هر حال من به شخصه باز هم از این بدتر رو در واقع در بازار اقتصاد ایران انتظار دارم. صحبت اگرتون باشه موضوع برنامه در واقع فروپاشی اقتصادی بود. من این وضع رو در واقع یکی از دوستان مثال جالبی رو نوشته بود، در واقع به بعضی یک کشتی در واقع شبیه هستی کشتی سوراخ شده از چند نقطه دچار ترک شده، آب داره واردش میشه و اینه پایین داره میکشه و خب هر چقدر که این در واقع مردم و این نیروی که در اون بالا شامل ناخدا شامل نیروهایی که ملوانان هر که هست حالا مسافرین هر جوری که به قضیه نکنیم در حال همه اینها قرار هست با هم دیگه به پایین کشته بشن و هر چقدر دیگه به جو من هر چقدر کمتر دنبال این قایق های نجات برم، احتمال اینکه تعداد بیشتری در واقع بلگیده بشن توسط آب بیشتر هست و خاصاً گروه اندک میمونن زمانی که دیگه تمام کشتی از هم پاشی دیگه آنچه که باقی میمونه تخت پاره های باقی مونده روی آب هستش که شاید بتونه تعداد کمی رو نجات بده. وضعیت اقتصادی ایران هم در واقع همچین روزگاری رو داره میگذرونه. حتی اگر یک دولت مفید نالا یا یک حکومت دیگه بیاد سرکار شاید سالها توی بکشه تا این وضعی رو که امروز برای مملکت اتفاق افتاده به حالت عادی برگردونه. در این بحثی بود که میتونستیم در واقع جنبندی اون حواس بکنیم. یک نکته ای هم که باقی مون این بود که باز دوستانی مدار جمعی شده بودن فکر کردن که این در واقع جنبش های خیابانی که در واقع اتفاق افتاده، این جنبش مثلا از همون جنبش هاست که اینکه به اتفاقاتی برش شد مجددن کلیپ های مختلف از اینکه این سطح داشغالی آتی سرش شده بودن میگم شبان اینا میان الله اکبر اینا میگن بالا پشت بود. اولا که صحبتی که همیشه داشتیم میخواستون باشه چندین برنامه قبل اگر لازم باشه در آرشیو نگاه بکنید، صحبت از این کردیم که همواره سه تا تحرک وجود داشته در ایران، تحرکات در واقع جوانان دانشجویان بوده، تحرکات بازار بوده و تحرکات کارگری بوده. در تمام طول این تاریخ که من سراغ دارم در تاریخ ذهن سیاسی خودم لاقل اینجوری اگه بخوام بگم این سفر هیچ وقت با هم دیگه بلند نتونستم میشن، چرا که اگر اصلا این اتفاق افتاده بود در واقع یک جنبش کامل مردمی بود که قطعا باید انتظار میداشتیم که منجر به در واقع سقوط یک حکومت بشه. اما همواره اگر نگاه بکنیم در حتی همین دو سه سال گذشته هم نگاه کنیم جنبش های دانشجویی و جوانان یک بار اتفاق میفته، بازاریان و کارگران حمایت نمیکردن، کارگران که به جنبش میفتن اون دو قشر دیگه و در مورد آخر هم که دیدیم که به جز بازاریان هیچ گروه دیگری
به همکاریش رو چرا که متعلقه که در واقع اینها فقط چون منافع خودشون رو در خطر دیدن قدیش سرسداشون در آمده. به حال عرض میکنم هفته آینده باز هم باید بعضی اقتصادی ایران رو انتظار داشته باشیم که ازش خبرهای بدتر باید بشنویم. شاید تنها اقدامی که فقط میسته الان حکومت بکنه که چیزی که امروز خبرها میخوندم در واقع مجلس جمهوری اسلامی مورد جلوی این قضیه به حالت مرحله دوم هدفمندی یارانها که واقعا نمیدونم هدفش هم چی بود رو به حال متوقف کرده، شاید اصلا به حالت قبل از این قضیه برگردونن. به حال نشون داده که بزرگترین در واقع طرح دولت در واقع قدرتمندی از لحاظ مالی، اگر خاطرتون باشه گفتیم که دولت احمدی نژاد ثروتمندترین دولت تاریخ 100 ساله گذشته ایران بوده، به حال بزرگترین طرحش رو نه تنها نتونسته به هدف برسونه بلکه به شدت شکست خورده و بسیاری در واقع انگشت ها و اتهامات رو امروز متوجهش میکنه. البته دلیل دیگرش هم رسیدن رو به سال آخر هست و اون قدرت نمایی ها که ظاهرم میکرده یه جواب پاسخ میگرفته. طبیعیه تو جمهوری اسلامی معمولا هر رئیس جمهوری به دوره آخرش میرسه، این چیز طبیعی است که برش اتفاق میفته، مثل کوده ها رو ها به یک سری به یک شکلی سر رو بکشونن. هفته گذشته مناظره انتخاباتی رو هم داشتیم بین رامنی، میت رامنی و پرزیدنت باراک اوباما که خود من به شخص از شبکه سی ان ان رو تماشا میکردم و حال بسیاری هم در دنیا و خود کشور آمریکا پای این مناظره نشسته بودم ببینن چه اتفاقی میفته. به حال نشون داد این مناظره که فعلا در عرصه اقتصاد داخلی و اینطور مسائل به حال مربوط به خود اقتصاد داخلی آمریکا و مسائل این چنین مسائل داخلی آمریکا در واقع به صورت کلی دست پوری داره میت رامنی، برنامه‌های داشت که ارائه داد همونجا به صورت در واقع شفاف و مستقیم. و حالا این چیزی که نظر شخصی من در هستش، به حال باراک اوباما در پاسخ به این سوالات قدید کم آورده بود ادبیات رو، در جاهای بسیار شبیه ادبیات احمدی نژاد بود که من سراغ ندارم به حال در تاریخ مناظرات، حالا شاید سن من هم به اون صورت قد نده، ولی سراغ نداشتم توی یک رئیس جمهور سراغ دولت پیشین خودش بره و به خاطر در واقع که خودش رو پرنگ تر بکنه قبل از خودی ها رو در واقع بکوده. این چیز عجیب بود از اوباما که دیده شد بسیاری جاها در مقابل منطق و دلایل و برنامه‌ای که مثلا داشت چیز مشخصی نداشته نه بده و دائما فقط حتی خیلی از روانشناسا میگفتن حتی نگاه کردن مستقیم به رامنی تفره میرفت و بیشتر سرش رو به زیر بود یا رو به جمعیت بود. حالا اینها توی آمریکا هر کدوم معنا و مفهوم بهتری داره، شاید خیلی از عزیزان که در خود ایالات متحده سالها زندگی میکنن بهتر بتونن این مسائل رو بشکافن. فعلا در همین حد بسنده میکنیم که همین یک مناظره به گوان در واقع شبکه سیان و اون در واقع محور مختصاتی که ارائه کرده فعلا معادله رو 67 به 25 در میان درصد آرا نفع میترامی عوض کرده. همین نوش در همین حد قابل توجه هست. میت رامنی که به زعم رسانه آمریکایی در چند ماه گذشته بعدا در واقع سوتی هایی رو هم در عرصه سیاست و با هم توی سخنرانی خودش داده بود، اما ظاهرا برنامه‌هایی رو داره برای ارائه. گزارش رو هم معمولی که دیویسین خوندم وارد مسئله بعدی شده میت رامنی از همین امروز وارد بحث سیاست خارجه شده. یه مقدمه که در واقع قبل از این بحث باید من مطرح کنم اون هم این هستش که به هر حال در واقع قبل از شروع برنامه با یکی از عزیزان صحبت میکردم، صحبت از تشنجات منطقه بود. میدونید که به هر حال فعلا این روزها خاک سوریه و در منطقه مرزی سوریه و ترکیه فعلا آماج توپهایی هستش که به همدیگه در واقع شلیک میکنن، تعدادی کشته و زخمی در حال از همدیگه به جای گذاشتن با هم مردم محلی و گاهن هم از نیروهای نظامی، اهداف نظامی و اهداف در مردمی. در حال آنچه که هست به گمان بنده این هستش که
این منطقه خاورمیانه الان یعنی مثل یک در واقع انباری از بارود شده که فقط کافیه شما یک فندک روشن کنید، یک کبریت رو در واقع، یک جرقه در واقع به قول معروف میخوام نگاه که میکنیم، مقامات ترکیه هشدار میدن مردم خودشون که آماده باش در واقع باشن. سوریه از ماها پیش در تشنج به سر میبره. اسرائیل همونطور که قبلا هم گفتم آمادگی کامل داره، مردمش میره برای انواع اقسام حملات موشکی و هسته‌ای و غیره. خود جمهوری اسلامی در واقع خودش رو آماده کرده در مرزهای خودش. عربستان به شکل دیگر، هر کدوم از این کشورها الان در واقع به قول معروف توپ‌های خودشون رو سمت هم گرفتن و یک جرقه، یک حرکت کافی است تا اونها به جون هم بیفتن. صحبت‌های پرویز قاضی سعید عزیز رو در واقع در تلویزیون پارس نگاه میکردم، حتی ممکنه این بحث ها و این جنگ ها و جنگ هایی که در حد منطقه خاورمیانه هست بعید نیست که حتی پاش به در واقع عرصه بین‌المللی و حتی جنگ جهانی هم باز شد. شاید الان خیلی زوده که راجع به مسئله صحبت کردم، اما به هر حال یک نیم نگاهی رو هم باید به اون سمت داشته باشیم که کشورهای مثل روسیه و چین در مقابل کشورهای اروپایی و آمریکا به هر حال سر این مسائل با هم مشکل دارن. آخرین اظهار نظر اگه خاطرتون باشه اظهار نظر پوتین بود که این صحبت رو گفته بود که این در واقع نباید انتظار داشته باشیم صلحی که بعد از در حال یا آرامشی که بعد از جنگ جهانی و بعد از این فجیعه دیوار برلین بین بعد از جنگ سرد در واقع بین آمریکا و روسیه پیوست، نمیشه انتظار داشته باشیم که این دونمی باشیم خودش آلترناتیو هست. اما میترامی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گزارشی از بی بی سی فارسی. سیاست‌های خارجی باراک اوباما رئیس جمهور را مورد حمله قرار داده و گفته است که خطر بروز درگیری در خاورمیانه هم اکنون بیشتر از زمانی است که او با ریاست جمهور را در اختیار گرفت. آقای رامنی که امروز در انستیتو نظامی ایالت ویرجینیا صحبت می‌کرد، در سخنانی در مورد سیاست خارجی آمریکا در خاور ایران گفت: من برای رهبران ایران روشن خواهم کرد که آمریکا و متحدینش اجازه نخواهند داد که آنها به سلاح اتمی دست یابند. او گفت که در اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران تغییر نخواهد و به شدت تحریم‌های فعلی علیه این کشور خواهد افزود. نامزد جمهوری خواهان تاکید کرد که به خاطر برقراری و حفظ صلح باید با رفتار و نه تنها با حرف به ایران نشان داد که روند برنامه هستی این کشور تحمل نخواهد شد. آقای رامنی افزود ایران هرگز تا به این حد توانایی تولید سلاح هستی نزدیک نشده بود و این کشور هرگز تا به این حد برای و متحدانش خطرناک نبوده است. او با اشاره به اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان سعودی آمریکا گفت که آمریکا تا به حال در مقابله با تهدیدات تا به این حد ضعیف عمل نکرده. نامزد جمهوری خواهان در سخنش در مورد ایران گفت: زمانی که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 میلیون ها ایرانی با آمدن به خیابان ها شعار آبان ها بیا با ما سر دادن و خواستار آزادی شدن، پاسخ رئیس جمهور آمریکا در واقع همین باراک اوباما تنها سکوت بود. آقای رامنی در بخش دیگری از سخنش گفت که با اسرائیل برای گسترش همکاری نظامی فعالیت خواهد کرد. نامزد جمهوری خواهان درباره حملات اخیر به دیپلمات‌های آمریکایی در لیبی گفت که این گونه حملات اقدامی تصادفی نیست و القاعده را مسبب این حملات دانست. آقای رامنی در سخنش بارها از سیاست خارجی آقای اوباما انتقاد کرد و گفت که این سیاست بر وجهی آمریکا تاثیر گذاشته، تضعیف این کشور در جهان شده است. در حالی که 4 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که آقای اوباما در زمینه سیاست‌های خارجی سرگرمی بهش پیشتاز است. باید ببینیم که مناظره بعدی چی میشه. آیا در حال این کلیدی هست برای دور افتادن آقای میترامنی یا نه؟ در حال یک لحظه دیگه هم که اگر بخوایم حساب بکنیم از همین در واقع بحث اقتصادی که در واقع پیش مطرح کردم، به حال نشون داده که این بحث‌های در واقع نوع اقتصاد سوسیالیستی در واقع خیلی جواب نداده. نوع نمونه برجسته‌اش در واقع خود کشور شوروی سابق بود که برها به فروپاشیش انجامید. خود آمریکا رو در همین چند ساله با
رکود شدید اقتصادی مواجه کرده، به دلایلش رو به خوبی آقای میترامی توضیح داد و چند باره در بخش مختلف خبری به حال در نقاط جهان برای شما گفته شده. اما به حال شاید یه نمونه بزرگش هم همین بحث کشور خودمون ایران باشه و همون بحث توزیع عدالت یا همون سهام عدالت و همین یاران ها که قرار بود در واقع کمچین اقتصادی رو پایه‌ریزی بکنه به شکست انجامید. خود همین کشور نروژ که ما الان هستیم دستخوش تغییراتی شده، یکی از کشورهای ثروتمند دنیا هست و شاید در کسانی که برای اولین بار وارد این کشور بشن باورشون نشه که در واقع منظره رو که میبینن منظره یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا وارد بشه. انتظار برای چشمان چیزهای دیگری است اما در عمل چیز دیگری رو میبینن. نهاد سرسده بسیار از نیروها رو در آورده و باید منتظر این باشیم که در آینده نه چندان دور، نهاد فکر کنم تا یک سال دیگه دسته کم اگر خیلی زیاد فکر بکنید، همین کشور نروژ هم به حال از نظر این تفکر اقتصادی سیاسی دچار تحول خواهد شد به زودی. هم خبراش رو خواهید چنید، هم اگر فرصت بشه بیشتر هم از این بابت هم میشه گزارش رو تهیه بکنم و خدمت شما ارائه بکنم. به حال این مبحث رو هم میبندیم. دو تا مسئله میمونه که ببینیم اگر وقت باقی مونده بهش برسیم. گزارشی هم که یکی از عزیزان برای من فرستادن هم وقت بشه براتون بخونم خیلی خوشحال خواهم شد. یکی در واقع پیش از اینکه وارد این مبحث بشم یه مقدمه مثل همیشه، وضعیت طوری هست که ما اینجا با دوستان که میرسیم قدری ناخواسته خواسته به حال شاید حضور من باعث میشه که به حال دلایل دیگه به حال بحث سیاسی ناخواسته بینمون شکل میگیره و همیشه این پایه ثابت در واقع صحبت ها و گپ های خودمون به من و دوستان هست. اتفاقا صحبت میکرم به هفته گذشته با یکی از دوستان مهمانشون بودیم، بحث خوبی بینمون در گرفت. یک نتیجه گیری کردم من در بحثی که هم تجربه خودم هست هم نتیجه همون بحثی بود که بین شکل گرفته بود و رسیدیم به تعریف در واقع دموکراسی. گمان من این بود ما روی هم رفته 5 نفر می شدیم. گفتم به نظر من در واقع این گونه نیست که دموکراسی این گونه باشه که ما یک حرفی و یکی از ماها ارائه بده و ببینیم که حالا چجوری. اگر 3 نفر با اون موافق بودن 2 نفر مخالف، در واقع این معنیش این هست که الان در واقع باید به حرف 3 نفر گوش بکنیم و اون 2 نفر دیگه پذیرنده باشن و اون اقدام انجام میشن. یک نگاه دیگه رو من در این سال یاد گرفتم که به دموکراسی داشته باشیم. شاید یکی از مهمترین چالش های مملکت ما حداقل بوده، مثل که اگر نخواهیم بگیم در 30 سال گذشته، در 200 سال گذشته لااقل بوده، اصلا مفهوم دموکراسی و دموکراتیک بودن. من اینو مطرح کردم گفتم که میتونیم هم شما به عنوان در واقع اون طرف 3 نفره که یک فرق رو اعلام کردیم برای انجام دادن، حالا میتونه طرح خوشگذرانی هم باشه در باب دوستان و ما طرح دیگه رو کردیم، چرا از یک راه دیگه بهش وارد نشیم؟ چرا یک کاری رو نکنیم که هم رضایت شما 3 نفر و هم ما 2 نفر رو جلب کنه و همه ما منتفع بشیم از این تعریفی میخواد ارائه بشه؟ این مقدمه رو عرض کردم و برسم به بحثی که پیرامون شورای ملی مطرح شد و همینطور صحبتی که عباد شاهزاده رضای پهلوی هفته گذشته در صدای آمریکا مطرح کرد. به واقع من خیلی انتقادات رو توی مورد به بحث شنیدم، گاهن وارد هست گاهن وارد و اصولا این نکته رو نباید از یاد ببریم که همه طرح‌هایی که ارائه میشن هیچ کدومشون خوب یا بد مطلق نیستن. هر طرحی ویژگی‌های مثبت و منفی داره. ما یک کاری که می‌خوایم انجام بدیم تو زندگیمون 100% ازش منتفع نمی‌شیم. گاهی وقتا حساب می‌کنیم مثلا 80% برامون خوبی داره، 20% بعدی. حالا که کفه ترازوی مثبت اون بیشتر هست ما این کارو انجام میدیم. ولی به هر حال معذراتی هم داره که اون مثلا معذراتش رو به جان می‌خرید. یک دارو که شما می‌خورید این دارو یک عوارض داره، ولی اون خوبی‌هاش به اون عوارض در واقع میچربه که ما این دارو رو مصرف میکنیم که اون علائم و بیماری که فعلا در این هست رو لااقل برطرف کنیم. یک بحث مطرح شده به نام منشور شورای ملی، همزمان با اون یکی دو تا منشور دیگه هم اعلام وجود کردن
نکته ای که اولی که بعد در واقع از یاد نبریم این هستش که قرار نیست نوع حکومت خاصی در واقع توی این منشورها مشخص بشه، قرار نیست که از پیش ما قضاوت کنیم که چی میخواد بشه. یک در واقع حالا اگر بخوام واژه حبل استفاده کنیم، یک حبل ملی است، یک طناب ملی است که از اون بالا آویزون میخواد بشه و ما هممون قراره بهش چنگ بندازیم. البته مثال میزنم از اون مثال های مذهبی و قرآنی شده، ولی به هر حال قرار است بهش چنگ بندازیم و اون طناب ما رو بکشه با هم دیگه به سمت بالا. اون چیزی که تصور من هست و این که صحبت های که ایران شده، من شورای ملی قرار نیست که خود شورای ملی باشه، یک منشور است. همون حرفای خوبی که همیشه میزنیم، منشور نقابه که ایران شد، دوستان دیگری زنن منشورها و چیزهای دیگری در این باب منتشر کردن، همه هم ما امضا میکنم، اصلا مشکلی نداریم اگر مشکلات امضا کردن. اینا همه حرفای خوب مونه، منطقه بالاخره ما نمیتونیم که تا 100 سال آینده فقط حرف خوب بزن، با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه، یه جا باید بالاخره آقای میترامی هم گفت بالاخره این حرفی یک جا باید به عمل تبدیل میشه، یک منشوری رو برای تبدیل شدن مفهومی به نام شورای ملی باید در آخر نوشت که این منجر میشه. همه افراد هم از اونهایی که ادعای کار سیاسی هم باید من باید این قضیه بپیوندن. مثلا من تو صحبت هایی شده که حتی کسانی مثل من خب در واقع دیدیم حتی در مورد کسانی که مثل جمعی افرادی که جمعه شفت هستن این کاریکاتور هایی که پیشنه میشه آره سبز و لد، ما باید در واقع اجازه بدیم که تمام این نیروها، تمام طیف های مختلف قومی، نمیدونم فکری، سیاسی، اقتصادی، همه هم باید اجازه بدیم که فکر کنم اجازه هست و همین که خودشون هم در واقع خودشون رو مسئول و سهیم بدن که شونه خواهی بکنم و فقط بشینیم اکتفا کنیم این که آره این انتقاد بهش وارده که مثلا چرا اسم یکی از امضا کننده ها کوروش هخامنشی بود. این انتقاد وارد هست و این باید این موردی هست که باید رسیدگی بشه که سازمان هایی که هستن و اشخاصی که اصلا یک خوبیت حقیقی داشته باشن اگر بیش از اون یک مفهوم تبلیغاتی نداره، اما یه انتقادی هستش مارده نقاط مصبتش چی؟ بحث این تایی موجود در واقع اتحاد کمال و دموکرات اون موقع من عرض کردم در حال دیگه انتقادها بهشون وارد هست توی اون برنامه ها بهش مفصل پرداخت میده، اما همهش که مفهوم نیستش که نقاط مصبت هم داره. این تعامل سیاسی هست که باعث میشه در گیره ایرم همون در یک محیطی دوستانه و سعیمانه قرار بگیریم، این تعامل هاست رو با همدیگه داشته باشیم، تمام این پنل های سیاسی، پنل های مذهبی هم با هم ناکنه بریم و یک در واقع ادبیات بعد یک کار بعد رو در نمون کس بریم و این هم به نام حالا استرلاس هم یکی هم تو دهنی زدن به نحت این که نفر میخواد به یه حرفی بزنه و میمون رو کارت میکنیم تخترش میکنیم دیگه نظر این حرف بزنه تا حرف خودم رو بزنه. برمیگرم به همون مثال اولی که زدن، خاطرتون باشه در همون برماهای آخر قبل از اینکه باید دوچار قیبت کبرا بشیم همین کشور نروژ رو مثال میدادم، نه اینکه فقط همین کشور باشه، بسیار از کشورها میدم. الان این کشور هم پادشاهی هست، هم پارلمانی هست، هم دموکراسی داره، هم سکولاریسم داره. در اینها کلیسا از یه نظر دولت مرکزی ارائه میشه، دولت مرکزی در یک دولت قدرتمند هست، در این سیستم فدرال نظام کمون اینها دارن. این در واقع همون داستان، لازم نیست که ما از قبل بیایم اینجا اول اینقدر بزنیم همدیگر رو در واقع در به داغون بکنیم تا اینکه بفهمیم بالاخره یه روز که جمهوری خوبه یا مثلا پادشاهی خوبه، فدرالیسم خوبه یا غیر فدرالیسم خوبه. این در واقع نداره، تا اول ده همینجوری هست. مثلا این که شما بخواهم بگیم دموکرات خوبه ایتون یا مثلا جمهوری خواهم، این چرخشی هست، اصلا اصولا مزیت بده مثلا این هست که دارم هم بچرخه تو سهم همه در یه زمان بهش میرسه میشود در یک مملکت تمام این چیزهایی که ما مسلمون قائل هستیم اجرا بشه و بشه که ساز و کارها باشه. هر کدوم از این افرادی هم که میتونم بچه خود شانزده رو من مسازم دوستان که داشته این که بسیم پروگرام خودوزان رو خودها رو مسازم در مختلف می حسین موسوی رو مثال بزنیم، بعد
همه اینها در سیستم و وضعیت کنونی همه اینها دیکتاتور خواهند شد، چه بخوان چه نخوان. سیستم هست که خودش دیکتاتور می‌سازه، فرد خودش اضافه دیکتاتور نیست. چون صحبت‌های خمینی رو قبل و بعد از ایران ببینیم چجوری هست، وقتی که دورو چجوری حرف می‌زد، وقتی که اومد اون تحریم و تکریم و احترام و مثلا بلن به هم مشتبه میشه دیگه. من فکر می‌کنم اون سیاسیونی که حالا به قول یکی از مقاله بنویسا اپوزیسیون هر چی، اگر ما مخالف به اپوزیسیون هستیم، اپوزیسیون نیست مثل خود حکومت شک شک که بشه یعنی نه متحد که بشه، متحد نشدن شده اعلامه حیات هست در واقع ما که میرسن میخواهد. اما اگر یک اینجا رسید که با در یک نهادی مثل شورای ملی حالا هر چیز چون میداریم اونجا برگرم بشن همه نیروها با هم دیگه از هر گروه مثلا با فرده ای صحبت شده بکنن یک نتیجه دیده کلی، نه که حالا توافق کنن که حکومت چیه و چی بالا بشنه که بشنه بشنه که وزیر میشه که اگه به توافق بسنن که آقا بلخی حکومت دونه بعد انحلال اون انحلال و نابودیش برسه بعد این برنامه عملی رو اراده بگیم. اصلا بسیار بزرگان ما تنبود صحبت میتونم در همین برقزمینه همین الانش هم خیلی دیر هست که چه بزنه که باز دوباره مثل همیشه بذاریم همون بحثای سایشی و پس میشه. این مختصری بود که شاید در حفظ در آینده هم بشه بیشتر باز راجع بشه در این نوع مسائل از این دست بیشتر صحبت کرد. فعلا در همین از بحثنده میکنم دو تا بحث کلی که خبرها شد داشتیم در جمعه خبر بیشتر تا حالا میگه بحث این که هاشمی رفسنجانی اعلام کرد از اینکه هر وقت رهبر کمک بخواد در واقع آماده است که بپره و بهش کمک بکنه. انتظاری هم نه غیر از این نداشتیم، به طرفی بود با هاشمی رفسنجانی در واقع همون نیروها در واقع تحت نیروهای انقلابی و اینها هستن. اینها اون واگرای همداریشون هست چند اتفاق میفته بسای ما به خاتمه داشتیم که گفته که در پیش برندگی و برای برندگی مرسامی در واقع در پیش نیستن سوان هم با روزنامه اعتماد مصاحبه کرده اون روی از دوستان هم بحث کرده که در حال این مبحث رو به خاطر مثلا در رسی در واقع صحبه قدرانی که نمیده بیشت مثلا به خلق این رو خوده که در حال مورد خالش و خالش قرار بکنه. کلیت در داستان اصلاح تنبان بود در حقیات اخلا تا رحمان ما هم یعنی انده بیم آیا اتفاقی درگیر این تکنولوژی همیشه که بارها گفتن به حال ما درگیر این فقدان امکانات خود برای ارتباط بهتر چه لحاظ صدا چه لحاظ تصویر متاسفانه هستیم. اما به سعیمون در این چه برای با دیگرت و آنچه که از دست اون برمی برای امکانات اجازه میده ارائه بکنیم. اما نکته که باقی مونده بود و در واقع ممنون بهش بپردازم گذاشتیم که خانم تحکوبی از رادی به معلی فتح برمه از کاردی در مورد نحسین سبیده بسید ها از این مخصی در زنده آنهایی برای فرد اصلاح بکرنجی رو بسیدن بشون
آقای رضا خندان مثلا لحظه این کام وقت شد که تمام این فتر رو بگم اما گریده ای از اون در باید من رضا خندان حضرت مدعا چطوره میگی هست که آن کمسر هم در طبای دست یه در بند 29 هزین در شرط سخت امنیتی بود اما توی آن 8 ماه این کار تمام خانواده به او داده میشه ولی روزی که از روزی که به عموم منتقل شده هست این امکانی هر روز علیه میشه از فرد بودی برشت سال 90 فکرمون حتی یک بار هم امکان تماس تلفنی با خانه دوی داده این در حالی که در بند عمومی شرایط بهتر و بندهای امنیتی و زندانیان نه تنها با خانواده خود بلکه با هر کسی که میخوان توان تماس و تماس تلفنی داشته باشن به خانم اشاره دارد به اینکه برای برخی حل برخی مسائل فرزندان نیاز است که بتوانند با مادر آنها حداقل تلفنی صحبت کنند وزارت سلامت نیما انتخاب دوره حمایتی رفت اما هیچ فرصتی برای اینکه من و مادرش بتوانیم در این زمینه هم صحبت کنیم لازم نشده خندان به کم بودن زمان ملاقات کابینه اشاره داشت ملاقات کابینه زمانش اینقدر کوتاه است که هر ملاقات کننده شاید بیش از یک دقیقه فرصت نکند با دارمی صحبت کنه در آنجا نمیتوان در مورد مسائل زندگی صحبت کرد هر مسئله ستوده میگوید مسئله به خاطر سابقههایی که داشته و همچنین هیچ چیزی در زندان دارد به شدت از نظر جسمی ضعیف شده بسیاری از زندانیانی که در بهتکاری زندان برای زمتی رفتان که دارد سرطان با برخورد میکنند میبینند ما نسجان نشناخیم اخیرا هم خانه فاقادی هاشمی در اولین شبی که به زندان همان در ایوی منورد شده از زندانی جویای حال نسجان شده و در ما مزید نسجان شده هم با شما در حال نسجان جلوی اون نشسته بود از هم که میبینی در حال دختر و همسر خانه شده ممنوع بود شده خفه سلا خندان تا کنون تحقیل این مطلب این میگرد دو هفته قبل از توی شعبه 28 دار به انتقال با خانه ما تماس که تر پرسان داشتن که برای رسیدگی فهمبندی این هم نفوشی به دادگاه واجه بودیم هم از آنجایی که داره تلسفنی غیر حامل این خبر به احتلال بوده هم ما مراجعه این نکردیم ما خواستونه هم بودن این رو که بسید مشمسی که در این هم وکیل ما به دادگاه مراجعه کرده و او پاس کردن کسی پرونده ما همچنان به نفر مانده هست همه هم وقت اینکه سعی میکنم به سعی نبود مادر را برای فرزندان هستم هفته یک روز از وقتش رو در راه را سعی کرد شما بتوانم محفظت بابات حضوری بگیرم اما سه ماه هست که پروازه های او محفظت نمیشه همسر نسیم شده در خصوص فشارهای مضاعفاتی که برای ها اعمال میشه میگوید دارم پنج مهارت نامه برای بچه ها بهش نامه های کاملا دادی را من بودی که مسئولان زندان در زمان ملاقات بچه ها بدهند و اینکه که طریق پست سر این کار سار کنند فرستادن نامه برای نخیفی زندانی در بدترین حالت تفسیر داشته باشند اما بعد از 4 هفته گفتن که نمیتونن نامه ها برای بچه ها ارسال بکنن و به حال گفته میشه که این فشارها برای شکر کردن اون گروه زندانی ها طبعا خوب کردن از شخصیت یک فرد هستش بگیرید و از 3 سال پس افراد به حال پیش همچنان هم میگم متاسفانه باز هم مدی عزیزان در حال باید بسا میکنید یک هم سرات آمیدهی بودیم بحث رو من سر هم کرد که خیلی خطرنا جوزه بودنید در ایران رو و دلیلش این جالب بود برای در این خمیده در واقع بگیرید نوع به این دلیل که در واقع نمیشونه پیش بود در واقع در جایی که انتظار نه که مردم ایران اضافه خونشون به پوش بیاد و در واقع کنید کنید اگر در باید کنید بکنند خونترترین مردم مردم ایران هم یه فرد که در اون بکان رو بود میکنند جایی که نیاز به حضورشون هست و در جایی که نیاز به حضورشون نیست جایی که نیاز خیلی شیشون هست اگر رو واقعا برای این دلیه خانم رسولی یکی از به حال شیر زمانی در این زمینه در حال ما سوال داریم بسیار های از زندانی های سیاسی از مختلف حضور و کما بیش به حضرت چند جالبی رو اثر میگذرونن که روز و هفته ها و سال ها که در این اخبار منتشر بکنیم ما کان هیچ بکنش همچنانی رو ما نه در حال این
بعد که بعد افراد اخوان میشه واسه این خود ایلکه شد که به حال این دفتری دمیه میزو هم ببند این مهم اشکالا ببرمیش شما از این که بخیر که داشتم در شما عزیزان باشم و همیتون شکر خاص و بیشت از خیلی دفتانی عزیز که این وقت بخیر من هر آزاد تا فرصت دیگه بخیر اندی که دازی دیگه من خیلی شما باشم با همه شما عزیزان خدا بکنم سالوزو خوش خدا نگهدار زندگی نسخم یاد داشته باشیم که ما این زیاران چه زیاری باشیم خدا نگهدار.